سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به عکس‌های کمتر دیده شده از ایران قدیم می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. این ویدیو رو با یک تصویر جالب از تصادف یک پیکان و ژیان در دهه 40 شمسی در تهران و واکنش جالب مردم و افسر پلیس به عکس گرفتن یک خبرنگار از این حادثه شروع میکنیم. جالبه که همه به دوربین نگاه میکنن، انگار عکاس گفته بگید سیب. این کیک بزرگ رو که میبینید به مناسبت جشن دومین سالگرد تأسیس شرکت پپسی کولا در ایران در سال 1335 ساخته شده. عکسی زیبا و دیده نشده از لابی هتل شاه عباسی اصفهان در سال 1354 خورشیدی. اردوی تفریحی معلمان نمونه مدارس دخترانه دهه 40 خورشیدی رو با هم می‌بینیم. چادر پذیرایی از سران کشورها در جشن‌های 2500 ساله تخت جمشید، مهر ماه 1350. جشن‌های 2500 ساله ایران با حضور 20 پادشاه، 21 شاهزاده، 16 رئیس جمهور، 3 نخست وزیر، 4 معاون رئیس جمهور و 69 وزیر امور خارجه انجام شد. بعد از برگزاری این جشن، انتقادات فراوانی به هزینه‌های انجام شده در این جشن صورت گرفت. عکسی جالب از تعمیرگاه اتوبوس‌های شرکت واحد تهران در دهه 30 خورشیدی. عکسی بسیار جالب از دختران دانش آموز در دهه 40. باجه‌های تلفن و انتظار برای مکالمه اوایل دهه 50. چهارراه استانبول در دهه 20. این چهارراه در تقاطع دو خیابان فردوسی و جمهوری قرار دارد و علت نامگذاری آن به نام استانبول قرارگیری سفارت ترکیه در آن بود. عکسی بسیار زیبا از میدان ونک تهران در سال 1350. ماشین‌های تولید ایران رو می‌بینید در یک نمایشگاه در خارج از ایران در دهه 50. جاده چالوس و خاطراتش در سال 1324. زنان پلیس در تهران سال 1349. این هم یک روزنامه قدیمی جالب. یه همچین پسرایی هم بودن قبلنا. داخل این روزنامه میبینیم پسر 18 ساله علیه دختری که به زور او را بوسیده بود شکایت کرد. یعقوب: وقتی جمیله جلویم را گرفت و به زور مرا بوسید از خجالت مثل لبو سرخ شدم. آموزشگاه رانندگی فیروزه در خیابان پاسداران سال 1349 روبروی برج سفید که هنوز هم دایر است. مثل اینکه قدیما هم از این ترافیکای سنگین وجود داشته. برف و ترافیک سنگین در جاده آبلی تهران سال 1352. عکسی در نوع خود جالب از هجوم مردم برای دیدن یک فیلم در تهران، سینما ایران در لاله‌زار سال 1337.
دختران فینالیست مسابقه دختران شایسته ایران در سال 1352. آرایشگاه اصغر ملکی که همونطور که روی تابلو نوشته ختنه هم قبول میکرد و در قدیم این کارها توسط سلمانی ها انجام میگرفت و حتی بعضی اوقات کشیدن دندان هم توسط آنها صورت میگرفت. عکسی کمتر دیده شده از الیزابت تیلور در ایران. تماشای مسابقات اتومبیل رانی توسط یک سری جوان خوشتیپ در پیست فرودگاه قلعه مرغی 1341 خورشیدی. تصویری جالب از مراحل ساخت برج میدان آزادی سال 1348. و در انتها به مناسبت خبر برگزاری کنکور یک عکس از کنکور سراسری سال 1349 رو با هم می‌بینیم. در نهایت نظر شما رو به دیدن عکس‌های جالب از تبلیغات قدیمی ایران جلب می‌کنم. در این ویدیو با ما همراه بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمون به اشتراک بگذارید.